هارون نجفی زاده سردبیر اجرایی تلویزیون افغانستان اینترنشنال اینجا در استادیو همراه ما هستند خوش آمدید به ما ابتدا درباره محدودیت ها و فشار هایی که در این مدت روی کارکنان و کارمندان شبکه بوده کمی بگید اداره طالبان به وسیله سانسور دادن اطلاعات غلط و تهدید ها میخواد قدرت خود در افغانستان حفظ کنه از زمانی که به قدرت رسیده در سی سال گذشته درست مانند جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه این فشارها بیش از ده هزار روز رو نگار افغانستان فراری شدن یا شغل خود ترک کردند از دوازده هزار نفر و بیش از پنجا درصد رسانه های افغانستان بسته شده و اون پنجاه درصد هم که در افغانستان مانده در کنترل طالباست و اطلاعاتش شده است در نتیجه یک رسانه مستقل و آزاده که میتونه اطلاعات درست و همه جانبه در اختیار مردم افغانستان قرار بده مرتب مورد تهدید و ارعاب قرار میگیره و چالش های روزافزون فرارایش وجود داره ای است که در این سه سال طالبان مرتب محدودیت ها بر همکاران ما، بر نشرات ما و بر پلتفرم هایی که ما در اونجا نشرات داریم داشتن اعمال کردن تا اینکه به این نقطه رسیدن که حالا به وسیله پارازیت وسیع نشرات ما را در حوزه کابل و افغانستان مختل کنه و با توجه به توضیحاتی که دادید میشه حد زد که دقیقا هدفشون چی بوده اما این بار برای اولین باری که داره اتفاق میفته که یه شبکه مثل افغانستان ایران اینترنشنال رو دارن سانسور بودن. و این نقص مقررات بین است چرا که افغانستان با عنوان یک کشور متحد به مقررات بین المللی از جمله اتحادیه کشورهای عضو مخابرات است به اون خاطر ما از سازمان های حقوق بشری مدافعان روزنامه‌نگاران و کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات می خواهیم که طالبان هم مورد بازخواست قرار بدن البته مقابله ما برای حملات پرازیتی طالبان هم مقابله تکنیکی است و هم در واقع دادخواهی بله هاست تکنیکی ما حالا رفتیم به محوره یاست یازده نوزده و هشت و مخاطبان افغانستان انترنشنال میتونن خبر و تحلیل گفتگوها را از اونجا دریافت کنن و از طرف دیگر با نهادهای بین المللی در تماس شدیم که اطلاع رسانی کنیم آنچه در افغانستان نگذره نه تنها یک حمله سره و ما بلکه به تمام روزنامه نگاران در جهان است بارزی موفقیت برای شما و همکارتون در شبکه افغانستان اینترنشنال هارون رجفی زاده سردبیر ای شبکه اینجا در استودیو